آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز به کشورهای غربی علیه دخالت در امور ایران در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد هشدار داد. خامنه‌ای گفت همه سران کشورهای استکباری بدانند هنگامی که پای دشمنان به میان بیاید ملت ایران با وجود برخی اختلاف سلیقه‌ها در مقابل دشمنان متحد و مشتی واحد علیه آنها می شود. وی افزود ما اظهارات و رفتارهای مداخله جویانه این دولت‌ها را محاسبه خواهیم کرد و قطعاً در آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با آنها تأثیر منفی خواهد داشت. ایالات متحده و کشورهای اروپایی مکرراً اتهام ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی ایران را رد کردند. مهدی کروبی دیروز خواستار ادامه مبارزات با پشتوانه مردم شد و به مقامات کشور هشدار داد هرچه سریعتر عوامل فجایع اخیر را معرفی کنند. کروبی در دیدار با جمعی از اعضای ستاد انتخاباتیش و همچنین نویسندگان برخی از سایت‌های خبری با تاکید مجدد بر عدم مشروعیت دولت جدید محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد شاید به گفته آقایان پرونده این انتخابات بسته شده باشد ولی تبعات آن هنوز نمایان نشده و این دولت در آینده مشکلات فراوانی را با جامعه، دانشگاهیان، نخبگان و روشنفکران خواهد داشت. زیرا دولتی که بدون رأی مردم سکان اداره کشور را بر عهده بگیرد مشروعیت ندارد و البته روز به روز این واقعیت آشکارتر می شود. کروبی همچنین در پاسخ به سخنان فرمانده کل بسیج کشور که گفته بود عده‌ای غیر بسیجی با لباس مدل بسیج به مردم شلیک کردند معترضانه گفت شما عمدی یا غیر عمدی بسیج را بی‌آبرو می کنید و آنان را مجبور کردید تا به مردم حمله کنند و مورد ضرب و شتم قرار دهند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران دیروز مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را بدون ذکر نام رهبران انقلاب مخملی خواند و مدعی شد که بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های این دو در راستای اهداف خارجی‌ها بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی ایران در نشست سپاه پاسداران گفت از 3 یا 4 سال قبل بعضی از احزاب ساختارشکن که برخورد قانونی با آنها صورت نگرفته بود اقدام به ایجاد سازمانی هرمی شکل که شبیه به سازماندهی گروهک منافقین دارد تشکیل دادند که در چنین روزی در انتخابات پیروز شوند که اگر این اتفاق نیفتد تلاش به نشان دادن تقلب در انتخابات و به آشوب کشاندن متن جامعه کنند. وی افزود این افراد در خارج از کشور آموزش‌ها و دوره‌های انقلاب مخملی دیدند که تمام مشخصات این افراد برای پلیس شناخته شده است و در بازرسی از مراکزی که به عنوان ستادهای انتخاباتی فعالیت می‌کردند، اسناد و مدارکی در جهت جعلی نشان دادن انتخابات و تقلب در آن به دست آمده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com